عراق یکی از مناطقی که ریزگردها و طوفان‌های شن از آن وارد ایران می شود. یکی از عوامل این پدیده کم آبی است که بخشی از آن ناشی از سیاست‌های کشورهای منطقه است و بخشی دیگر از نبود راه‌حل‌های مؤثر داخلی این وضعیت منجر به رشد بیابانزایی در عراق شده علی حمدی کارشناس کشاورزی بس در عراق به رادیو فردا چنین می‌گوید اولها یعنی اغلاق دول الجوار بعض المناطق او بیابانزایی در عراق دلایل متعددی داره از جمله بستن برخی از رودها توسط کشورهای همسایه مثل ترکیه و ایران همچنین بیتوجهی آشکاری از سوی وزارت کشاورزی میبینیم برخلاف سالهای پیشین وزارت خونه ها اقدام به درختکاری و آبرسانی در مناطق بیابانی نمی عراق دو رودخانه داره اما وزارت کشاورزی و فراورده های آبی اقدامی برای استفاده از اونها برای مقابله با بیابانزایی نمیکنه. مناطق وسیعی در عراق در سالهای اخیر تبدیل به بیابان شده مسئله ای که شنزارهای گسترده ای را به وجود آورده است مناطقی که وزیدن باد در آن باعث به هوا برخواستن ریزگردها یا ایجاد طوفانشن میشود. می شود منال احمد از اداره هواشناسی عراق می گوید شنزارها تاثیرات منفی زیادی بر محیط زیست و سلامت مردم دارد به سنوی محلی هم آسیب میزند در عراق ریزگردها و طوفانهای شن علاوه بر تاثیرشان بر سلامت مردم بر نبردهای جاری علیه گروه حکومت اسلامی هم تاثیر میگذارد محمد عبداللطیف رئیس روابط عمومی اداره هواشناسی عراق به رادیو فردا میگوید با وزیدن بادهای تند بر شنزارها ریزگردها به هوا برمیخیزد و به مناطق مسکونی می رسد که باعث مشکلات تنفسی می شود علاوه بر آن دید در جاده ها و فرودگاه ها هم کم می شود بر جبهه های نبرد هم تاثیر می گذارد و می تواند باعث تلفات در میان نیروهای ارتش شود با این وجود به نظر نمی رسد در عراق اقدامی برای مقابله با پدیده بیابانزایی صورت گرفته باشد ایلیا جزایری رادیو فردا